شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من الناز کیانی هستید. ابتدا سرخط خبرها. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما انشاءالله. همزمان با آتش بس در غزه، رهبر جمهوری اسلامی خواستار ادامه عملیات حماس علیه اسرائیل شد. علی خامنه‌ای میگوید صهیونیست ها و یهودی ها را به دریا نمی ریزیم. و من کامر بهرنگ از اورشلیم با شما هستم. همزمان با آزادی 12 گروگان اسرائیلی توسط حماس و جهاد اسلامی، وزرای خارجه کشورهای گروه 7 خواستار آزادی همه گروگان ها شدند. روایت یک عضو خبرگان از تلاش‌های مخفی در این مجلس که کمیسیون به طور پنهانی کاندیداهای پیشنهادی برای قائم مقامی علی خامنه‌ای را بررسی می‌کند. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت، واکنش دولت رئیسی به ادامه نافرمانی مدنی زنان در برابر حجابان‌ها، وزیر کشور تاکید کرد اگر کسی مانع فعالیت آمران به معروف شود مجازات می‌شود. در همین ابتدا به تازه‌ترین تحولات جنگ اسرائیل و حماس می‌پردازیم. در هشتمین هفته از جنگ اسرائیل و حماس به سر می‌بریم. همکاران ما همچنان برای پوشش خبری تحولات در اسرائیل هستند. به اورشلیم می‌ریم. می‌شنویم تازه‌ترین‌ها را از کامیار بهرنگ. کامیار. ممنونم از تو الناز. وقت شما بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال هم بخیر. همطور که گفتیم از اورشلیم با شما همراه هستیم برای بررسی مهمترین تحولات جنگ حماس و اسرائیل. بریم تصویر زنده‌ای ببینیم از گذرگاه رفح در مرز بین مصر و نوار غزه. در انتظار این هستیم که همچنان کمک‌های بشردوستانه از این گذرگاه وارد غزه بشه، نشانه ای برای ادامه توقف جنگ. رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادن که 31 کودک گروگان شده توسط حماس آزاد شده، 9 کودک همچنان در نوار غزه هستند. در مقابل سخنگوی دولت اسرائیل هم خبر داده که فهرست 50 زندانی فلسطینی برای آزادی آماده شده. تصاویری که هماکنون می‌بینید از غزه هستش، از ویرانه‌های غزه که بعد از چندین هفته حملات متداول ارتش اسرائیل حالا چند روزی است که آرامش نسبی رو به خودش دیده. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بسیجیان با اشاره به جنگ اسرائیل و حماس و حوادث غزه گفت بعضی ها میگویند جمهوری اسلامی گفته یهودی ها و صهیونیست ها را به دریا بریزند. ما هیچ وقت چنین چیزی نگفتیم. یهودی ها در دنیا، توی این سخنگویان دنیا راجع به مسئله نظرات جمهوری اسلامی درباره منطقه که صحبت میکنن به دروغ میگن که ایران میگه که باعثی یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بریزن. نه، این حرف و دیگران یه وقتای قبلها کسایی از عرب ها گفتن. ما هیچ وقت نگفتیم اینو، ما کسی رو به دریا نمیریزیم. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش در دیدار با بسیجیان گفته جمهوری اسلامی قائل به همه پرسی در فلسطین و نظر مردم است و طوفان الاقصا خاموش شدنی نیست. طوفان الاقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما انشاءالله. به حول قوه الهی بدانند که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد. افشین شاهی استاد روابط بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنم. خوش آمدید آقای شاهی. خامنه ای امروز در حالی که در غزه آتش بسته گفته ماجرا ادامه پیدا میکنه، این موضوع به چه معناست؟ سلام، وقت شما بخیر. ببینید، من متن کامل صحبت های خامنه ای رو امروز خوندم که به گمان من خیلی شبیه هست به تمام صحبت هایی که
علی خامنه‌ای در 8 هفته گذشته در مورد جنگ غزه کرده و اینکه ما در این عصر پسا حقیقت شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی یک حقیقت موازی رو برای خودش ترسیم کرده و در این حقیقت موازی ادعاهایی رو میکنه، مسائلی رو مطرح میکنه که عملا هیچ ربطی به اتفاقات موجود میدانی در غزه نداره. در همین سخنرانی خامنه ای ادعا میکرد که در واقع اتفاقات مرتبط به اون جنایت‌های تروریستی حماس در 7 اکتبر تمام برنامه‌های به اصطلاح صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها رو در منطقه از بین برده. وقتی که ما میبینیم که اتفاقا برعکس، ما میبینیم که در 8 هفته گذشته اسرائیل به رغم تمام چالش‌های موجود دستاوردهای قابل توجه امنیتی داشته و یک قسمت قابل توجهی از زیرساخت‌های نظامی و امنیتی حماس رو از بین برده. اگر که نقش نظامی و امنیتی ایالات متحده رو با 8 هفته گذشته ما مقایسه بکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. ما شاهد افزایش پررنگتر نظامی ایالات متحده در منطقه بودیم. پس به گمان من واقعا صحبت‌های علی خامنه‌ای و مقامات برجسته دیگه یه جمهوری اسلامی در مورد غزه فقط به گمان من یک مصداق بارز این دنیای پسا حقیقت یا این حقیقت موازی هست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه برای خودش ترسیم بکنه که به شکلی در واقع سیاست‌های خودش رو حداقل برای خودی‌ها قابل حذف و قابل توجیه و مطلوب جلوه بده. آقای شاهی، شما هم به امریکا اشاره کردید، حالا جزئیات این خبر رو بیشتر در همین بخش خبری بررسی میکنیم، اما پیش از اون دوست دارم از شما هم سوال کنم. یکی از مقامات ارشد امریکا در عراق به ما گفته که همزمان با آتش بس و توقف موقت جنگ در اسرائیل و حماس، بین اسرائیل و حماس، نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم حملاتشون رو متوقف کردن. چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی آمریکا در این مورد جداگانه با هم یک توافقی داشته باشن؟ ببینید، این به نظر من هنوز در یک حاله ابهام وجود داره که آیا این سکوتی رو که ما امروز در عراق و تا اندازه‌ای در سوریه میبینیم ناشی از یک توافق محرمانه هست یا اینکه مستقیما مرتبط هست به اقدامات قاطعی که ارتش ایالات متحده در هفته های گذشته در مثلا 20 نوامبر نشون داد. ما شاهد یک سری حملات آشکار ارتش ایالات متحده بودیم، نیروی هوایی ایالات متحده بودیم که من فکر میکنم تا اندازه این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو حداقل برای مقطعی مجبور به عقب نشینی کرده. حالا خب این سکوتی رو که ما میبینیم شاید میتونه نتیجه هر دوی اینها باشه، شاید یک توافق نانوشته باشه که تا زمانی که در واقع این آتش بس ادامه داره، به خاطر اینکه حماس واقعا به ادامه این آتش بس نیاز داره، خب گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم به اصطلاح تا اندازه خویشتنداری بکنن و تا اندازه مرتبط هست در واقع به اون سیاست های در واقع جدیتری که ایالات متحده در خصوصا 2 هفته گذشته در سوریه و عراق علیه گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی نشون داده. خب چیزی که ما میدونیم به شکل تاریخی این ثابت شده زمانی که ایالات متحده مقتدرانه برخورد میکنه، زمانی که ایالات متحده در واقع مقابله به مصر میکنه، اون موقعی هست که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که دیگه آستانه تحمل ایالات متحده و شرکاش رو محک نزن. ممنونم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل، که از لندن ما رو همراه کردید. اما همونطور که گفتم، فرماندهی مرکزی ایالات متحده توقف حملات به پایگاه‌های نظامی در عراق و سوریه را تایید کرد. یک مقام نظامی آمریکایی به ایران اینترنشنال گفته همسو با آتش بس در غزه هیچ حمله ای از سوی گروه های مسلح به پایگاه های ائتلاف بین الملل در عراق و سوریه
ثبت نشده است. به پاریس بریم، همراه بشیم با همکارم تروسکه صادقی. تروسکه، سنت کام بیانیه حزب الله عراق در مورد توقف حملات به نیروهای خارجی رو تایید کرده، چه جزئیات بیشتری ما دریافت کردیم؟ خب کامیار، سه جهت میتونیم بگیم که پایبندی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو به آتش‌بسی که در حال حاضر در غزه هستش تایید می‌کنن. یک مقام نظامی آمریکایی در گفتگویی که در عراق هستش با اونها داشتیم این رو تایید کردند که هیچ حمله‌ای نه در عراق نه در سوریه به پایگاه‌های آمریکایی و ائتلاف بین‌الملل ثبت نشده. اتحادیه اروپا نماینده‌شون در عراق دو روز پیش بیانیه داده بود و تایید کرده بودند که ظاهراً گروه‌های شبه نظامی عراقی پایبند به این آتش‌بس بودند. و از طرف دیگه صحبت‌هایی که سنتکام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا داشت این رو داره تایید می‌کنه. با این حال روز گذشته چیزی که مشخصه اینه که حتی پاتریک رایدر بهش اشاره کرده در یک کنفرانس مطبوعاتی، در چیزی حدود بیش از یک ماه 73 بار به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین الملل در عراق و سوریه حمله شد، یعنی از 17 اکتبر تا روزی که آتش‌بس اعلام شد و 66 پرسنل نظامی زخمی شدند. خود این مقام نظامی آمریکایی در واشنگتن گفته که این حملات جزئی بوده، اما خب اون رو خطرناک دونسته در کنفرانس خبری که داشته و گفته که آمریکا نمیخواد این حملات رو دست کم بگیره. با این حال تأکید کرده حمله‌ای که هفته گذشته که ما جزئیات اون رو داشتیم در ایران اینترنشنال به 8 شعبی وارد شد، به این شبه نظامیان وارد شد، گفته که کارساز بوده ولی و تونستن توانایی‌های سپاه پاسداران و گروه‌های مورد حمایتش در عراق و سوریه رو کم بکنن، تأکید کرده و هشدار داده اگر لازم باشه این حملات رو در آینده بیشتر هم خواهند کرد. چرس که فقط با این توضیح که همزمان با صحبت‌های تو تصویر زنده‌ای رو می‌دیدیم از نوار غزه، اما با تمام توضیحاتی که دادی، بیانیه‌های تهدیدآمیز گروه‌های مسلح علیه نیروهای آمریکایی در عراق همچنان داره صادر میشه، وضعیت امنیتی عراق در حال حاضر به چه شکلیه؟ ببینید کاملا درسته، چرا که این رو نباید فراموش بکنیم. حزب الله عراق گفته بود که ما فعلا حملاتمون رو کاهش میدیم. این به این معنا نیست که ما دست برداریم از خواستمون که اخراج نیروهای آمریکایی هستش. کار به جایی رسیده که همین دیروز تمامی رسانه‌های عراقی دعوای بین این گروه‌های مسلح حزب الله عراق با اصائب رو داشتن خبررسانی می‌کردن که مقامات بلندپایه‌شون روی این مسئله اختلاف نظر دارن که آیا همچنان حملاتشون رو ادامه بدن یا نه. از طرف دیگه ضعف دولت عراق هم در این بین آشکار شده، نتونسته هیچ یک از این گروه ها رو کنترل بکنه. برداشت کلی از وضعیت عراق امنیتیش اینه که این حملات در آینده ادامه خواهد داشت، چرا که آمریکا به این نیروها حمله کرده، 9 کشته دادند و امنیت عراق به هیچ عنوان در شرایطی که وجود داره پایدار نخواهد بود. ممنونم از تو همکارم تروسکه صادقی از پاریس با رو همراهی کردی. در ششمین روز از آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس، گزارش‌ها حاکی از ادامه گفتگوها در قطر برای تمدید احتمالی آتش‌بس است. رؤسای موساد، CIA و سازمان اطلاعات امنیت مصر در این گفتگوها حضور داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی، مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند تا زمانی که همه زنان و کودکان آزاد نشوند، اسرائیل حاضر نیست درباره توافق دیگر صحبت کند. شامگاه سه‌شنبه و در پنجمین روز آتش‌بس اسرائیل و حماس، 12 گروگان شامل 10 اسرائیلی و 2 تایلندی از سوی حماس آزاد و به خاک اسرائیل وارد شدند. در همین حال برای نخستین بار پس از توقف موقت جنگ، نیروهای جهاد اسلامی تعدادی از گروگان‌های اسرائیل را که در اختیار آنها بوده را به نیروهای حماس تحویل دادند. ماجد الانصاری اعلام کرد 30 زندانی فلسطینی هم در چارچوب توافق اسرائیل و حماس آزاد و به صلیب سرخ تحویل داده شدند. وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه مشترک از تمدید آتش‌بس در غزه حمایت و خواستار آزادی بدون قید و شرط همه گروگان‌ها توسط حماس شدند. این بیانیه بر لزوم تداوم آتش‌بس در آینده به منظور فراهم شدن امکان افزایش کمک‌ها و تسهیل آزادی همه گروگان‌ها تأکید کرده است.
با همکارم اشکان صفایی صحبت خواهیم کرد در این مورد. اشکان، میدونیم که حماس درخواست این رو داره که 4 روز دیگه آتش بس ادامه پیدا بکنه. هنوز نمیدونیم اسرائیل این رو تایید کرده یا نه، اما سوال اینه رسانه‌ها و مقامات سیاسی چطور میبینن این ادامه توقف رو؟ خب کامیار، همین دقایقی پیش یکی از مقامات اسرائیلی تاکید کرد که هر گونه صحبتی درباره توقف جنگ یا ادامه طولانی مدت آتش بس در واقع خبر کذب است، فیک نیوز است، و گفت که نباید این خبرها رو باور کرد. این موضوع مشخص است که اسرائیل با هیچ در واقع توافقی که بخواد آتش بس طولانی مدت برقرار کنه یا جنگ رو به طور کامل متوقف کنه موافقت نخواهد کرد. البته این موضوع رو بعد از دو نظر دید. میشه گفت که دولت اسرائیل در اینجا کمی هم بر سر یک دوراهی هست. از طرفی ما همچنان 130-140 نفر گروگان در نوار غزه داریم، شاید کمی بیشتر، که اسرائیل میخواد که به هر شکل ممکن اونها رو بیرون بیاره، و اگر که راهی باشه که اونها رو بتونه بیرون بیاره و این راه رو قبول نکنه، اون رو رد بکنه، برخی از خانواده های این گروگان ها ممکن هست که به این موضوع اعتراض کنند. هرچند که باید گفت برخی از خانواده ها هم هستند که میگن اسرائیل باید جنگ رو تا نابود کردن حماس ادامه بده و از این دست توافق ها نکنه. اما از اون طرف در واقع دو مشکل هست. یکی مشکل سیاسی خود نتانیاهو هست که اگر که بخواد که جنگ رو متوقف کنه، دست کم دو وزیر راستگرای افراطی دولتش گفتند که از دولت بیرون خواهند رفت و موجب سقوط دولت خواهند شد. و دومی موضوع نظامی هست، اینکه توقف حتی آتش بس در واقع دراز مدت موجب خواهد شد که نیروهای اسرائیلی شاید آمادگی خودشون رو در نوار غزه برای جنگ از دست بدن. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی. همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده‌ای رو دیدیم از غزه و زندان اوفر در کرانه باختری که تعداد زیادی از فلسطینی‌های زندانی از این زندان آزاد میشن بر اساس توافقی که با اسرائیل انجام شده. ممنونم از تو و ممنونم از بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال که با ما در اینجا در اورشلیم استودیو پوشش زنده همراه ما بودید. بریم به لندن همراه بشیم با همکارم الناز کیانی و ادامه خبرها. متشکرم از تو کامیار. کامیار بهرنگ همراه ما. رحیم توکل از نمایندگان مجلس خبرگان میگوید تلاش هایی در جریان است تا برای علی خامنه ای قائم مقام انتخاب کنند. رحیم توکل به پایگاه خبری جماران گفته اعضای کمیسیونی به طور مخفی افراد را برای قائم مقامی گزینش و فقط با علی خامنه ای در این باره مشورت میکنند. او همچنین گفته افرادی هم به شکل مخفیانه برای قائم مقامی انتخاب شدند. علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران 84 سال دارد. بر اساس قانون جانشین رهبر جمهوری اسلامی با رأی 2/3 مجلس خبرگان برگزیده می شود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار میگوید تلاش‌های مخفیانه برای انتخاب قائم مقامی علی خامنه‌ای جریان دارد، اما این انتخاب کاملا دیکتاتوری است، چون تمام کسانی که در تلاش برای پیدا کردن جانشین هستند جان نثاران علی خامنه‌ای هستند. چیزی که آقای توکل داره میگه همینجوری یه حرف تکراری است که زده یا یک برنامه سیاسی است. البته به نظر اون هستش که این برنامه سیاسی نیست، حرف تکراری است. ببین واقعیت این هستش که این حرفا بیشتر لغلغه دهانه، این رجسخوانی است. آنچنان که پرسیدید مکانیزم انتخاب قدرت در جمهوری اسلامی ایران نه تنها دموکراتیک نیست، بلکه حتی شبیه اون چیزی که تو این قانون اساسی فکرسنی هم هست نیست. یعنی حتی یک شبه دموکراسی که تو این قانون اساسی وجود داشته هم دیگه الان وجود نداره، یک ساختار کاملا یک دست. چرا محرمانه؟ به این خاطر که تقریبا تمام اعضای مجلس خبرگان جان نثاران خدمتگزاران آقای خامنه‌ای هستن، همشون حقوق بگیران او هستن. چرا محرمانه؟ به این خاطر که در انتخابات خبرگان در یه سری از شهرها یک دونه نامزد فقط وجود داشت، تو خیلی از شهرها دو تا نامزد وجود داشت واسه یک صندلی. چرا محرمانه؟ به این خاطر که اگه یک امام جمعه شجاعت داشته یه انتقادی کرده، از در و دیوار آیت الله طاهری مثلا ریختن سرش و خب زمین رو اصلا حرف اونجا نمیشه زد، نظارت نمیشه کرد.
بنابراین مکانیزم قدرت، انتخاب قدرت مکانیزم محرمانه است. با مرکزیت شخص علی خامنه‌ای به نظر میاد قدرت اصلی هم دست سپاه پاسداران، روحانیت تندرو، روحانیت رادیکالی است که باز دو حول آقای خامنه‌ای هستن. بقیه این حرفا دکور هست، بیشتر واسه میگم داغ کردن موضوع خاصی یا نخواسته. در اینجا نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله. همزمان با آتش‌بس در غزه، رهبر جمهوری اسلامی خواستار ادامه عملیات حماس علیه اسرائیل شد. علی خامنه‌ای میگوید صهیونیست‌ها و یهودی‌ها را به دریا نمی‌ریزیم. واکنش دولت رئیسی به ادامه نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب‌بان‌ها. وزیر کشور تأکید کرد اگر کسی مانع فعالیت آمران به معروف شود، مجازات می شود. وزارت کشور در واکنش به حاشیه‌های به وجود آمده برای احمد وحیدی، وزیر کشور پس از افشای مجوز این وزارتخانه برای حضور حجاب‌بان‌ها در مترو تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب و اعمال آن از سوی دستگاه‌ها، همچنین حمایت از آمرین به معروف، تعارضی با اظهار نظر وزیر کشور ندارد. احمد وحیدی وزیر کشور پیشتر گفته بود وزارت کشور مجوزی درباره عفاف و حجاب صادر نکرده است. احمد وحیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حضور حجاب‌بان‌ها گفته طبق قانون اگر کسی مانع انجام فعالیت آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر شود، مجازات می‌شود. او پیشتر حجاب‌بان‌ها را نیروهای مردمی خوانده بود که نیاز به مجوز ندارند. همچنین احمد وحیدی به انتشار دستور محرمانه وزارت کشور درباره تحمیل حجاب اجباری از سوی روزنامه اعتماد هم واکنش نشان داد. قانون رعایت عفاف حجاب قانونه. این که یه عده تلاش کنن عدم رعایت حجاب رو تشویق کنن، ترغیب کنن، در مقابلش بیستن یا در مورد قانون حمایت از آمران و نهایت بیستن و سعی کنن امر برهانه از منکر رو از بزرگتون که مورد خدشه قرار بدن، بعد بیان به یه قانون دیگر استناد کنن، آدم یه مقداری نسبت به این که واقعا اینها چقدر پایبند به قانون اصلا مورد تردید واقع میشه. اما در رابطه با اون موضوع هم که گفتن ببینید قانون گفته اونی که استناد میکنن اول باید جواب این سوال بدن که چرا تلاش کردن یک مطلبی رو که به هر حال مهر طبقه بندی خوده از درون دستگاهی بگیرن، چرا تلاش کردن این رو منتشر کنن و چرا تلاش دارن این رو به عنوان کار درست. این سه تا امر غیر قانونی است. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای اولیایی فرد. آیا وزیر کشور به لحاظ حقوقی اجازه ابلاغ بخشنامه فوق محرمانه یا دستورالعملی در ارتباط با نحوه برخورد با مردم رو داره؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان وزارت کشور در رأس اون وزیر کشور حق این رو ندارن که بیان بخشنامه تهیه و تنظیم و ابلاغ بکنن که در این بخشنامه برای مردم تکلیفی مشخص بشه و همچنین در صورت اینکه مردم تمکین نکردن به این تکلیف برای اونها مجازات مشخص بشه. در واقع طبق قانون اساسی قانونگذاری و در واقع تعیین مجازات با مجلس و اعمال اون از طریق دادگاه ها هستش. اما وزارت کشور و وزیر کشور در یک اقدام غیرقانونی هم آمده کار مجلس رو انجام داده، هم آمده کار دادگاه رو انجام داده، هم آمده قانون تصویب کرده که باید در ورود به متروها حجاب اجباری باشه، در ادارات حجاب اجباری باشه، باید در پارک ها حجاب اجباری باشه و هم مجازات تعیین کرده که اگر کسی حجاب اختیاری داشت وارد مترو نشه، وارد پارک نشه، وارد ادارات نشه، ازشون فیلم برداری بشه در واگن ها. همه اینها در واقع در سایت وزارت کشور نبوده که این کار انجام داده. تازه حتی اقدامی که وزیر کشور در این بخش نمی‌کنه بالاتر از دادگاه است، به خاطر اینکه حتی دادگاه نمیتونه مردم رو از حقوق استفاده از خدمات عمومی محروم بکنه. دادگاه خیلی کوتاه فرصت داریم مصاحبه میکنم. اساسا قوانین و دستورالعمل ها و بخشنامه‌ای که مستقیما با زندگی مردم سر و کار داره به لحاظ حقوقی قانونی میشه به صورت محرمانه ابلاغ بشه؟ اگه چنین شد مثل کاری که وزیر کشور کرده چه نهادی باید پیگیر حقوق ملت باشه؟
ببینید، اولا که طبق ماده 11 قانون دسترسی به اطلاعات آزاد، هر مصوبه و تصمیمی که ایجاد حق عمومی بکنه باید منتشر بشه. بنابراین این که وزیر کشور میگه نباید این منتشر میشده کاملا خلاف قانون هستش. و بعد مثلا بحث مهرانه بودن این سند در واقع یه موضوع فرعی از این غیر قانونی بودن این بخشنامه است. و سوم این که به خاطر این بخشنامه غیر قانونی میشود از وزیر کشور طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی شکایت کرد. و حالا که قوه قضاییه کنار کشیده، مردم تنها گذاشته، مردم و حقوقدانا علاوه بر ابطال این بخشنامه میتونن از وزیر کشور در دادگاه عمومی شکایت کنن. سپاسگزارم. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو کانادا همراه ما، متشکرم و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون بخیر.